ارز شیبا اینو از ارزهای دسته مم کوین هاست که این دسته ارزهای دیجیتال فقط و فقط به دلیل بامزگیشون و نه کارایی و توانایی پروژه‌شون در بین کاربران محبوب میشن و دامپ ها و پامپ های شدیدی دارن. این ارز از ارزهای برتر مم کوین هاست و بین 50 ارز برتر بر اساس حجم بازار کریپتوکارنسی قرار گرفته. میلیونر شوی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره این که کی شیبا بخریم صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. معرفی مختصر شیبا اینو. شیبا اینو در سال 2020 توسط ریوشی به وجود اومد. البته که هویت و شخصیت ریوشی مشخص نیست و تنها یک اسمه. توکن این ارز بر بستر اتریوم قرار داره. این ارز بعد از توییت ایلان ماسک و علاقه اون نسبت به این ارز و همچنین لیست شدن در صرافی بایننس و کوین بیس باعث رشد 2000% شد، یعنی 20 برابر شدن در کوتاه مدت. این ارز با شعار نابودگر دوج کوین به وجود اومد و تنها هدف اون در ابتدا مم کوین و پیمودن راه دوج کوین بود. اما بعد از مدتی تیم توسعه دهنده شیبا اعلام کردن هدف این شبکه تشکیل یک صرافی غیر متمرکز با محوریت شیبا اینوه که امکان سواب کردن تمام ارزها وجود داشته باشه. اسم این ارز از یک سگ ژاپنی به همین نام الهام گرفته شده. تعداد توکن‌های شیبا اینو 1000 میلیارد واحده که در زمان به وجود اومدن 50% اون به ویتالیک بوترین خالق اتریوم هدیه داده شد و 50% باقی مانده در صرافی یونی سواپ قرار داره. ویتالیک 10% از توکن‌های در اختیارش رو فروخت و برای مبارزه کشور هند در مقابل بیماری کووید 19 اهدا کرد و مابقی رو سوزوند که باعث نوسان شدید قیمت در اون زمان شد. سرمایه گذاران و پیشبینی ها. شیبا اینو راهی شبیه به دوج کوین رو طی کرد، با این تفاوت که نسخه آسیایی دوج کوین بود. یعنی شیبا اینو در کشورهای آسیایی بسیار طرفدار داشت، برعکس دوج که سرمایه گذارانی معمولاً آمریکایی و اروپایی داشت. شیبا همیشه تلاش میکنه به سرمایه گذاران خودش این فرصت رو بده که بتونن حرکات جسورانه و یا حتی خیرخواهانه خودشون رو انجام بدن و به اونها در این زمینه ها بسیار کمک میکنه. با بزرگ شدن حجم بازار شیبا اینو و رسیدن اون به 50 ارز برتر، این ارز تقریباً به ثبات‌های قیمتی رسیده و احتمال دامپ ها و پامپ های شدید در اون بسیار کمه. پس سرمایه گذاری روی اون در این موقعیت عقلانی تر و درست تر به نظر میرسه. البته باید این نکته رو هم در نظر داشت که شیبا اینو هر چقدر هم حجم بازارش بزرگتر بشه، باز هم در ذات اون فرقی نداره. این ارز یک مم کوینه و فقط و فقط با هیجانات و ترند شدن نوسان میکنه. جالب این نکته رو هم بدونید که تیم توسعه دهنده و افرادی که در اون فعالیت میکنن مشخص نیست و مدیر پروژه اون فقط یک اسمه. نقشه راه خاصی هم نداره و معمولاً اظهار نظرهای پراکنده به قیمت این ارز جهت میده. پس با دقت بیشتری روی این نوع ارزها سرمایه گذاری کنید. به نظر شما شیبا اینو یک شت کوینه یا با هدفی مشخص در حال فعالیته؟ آیا شیبا باز هم میتونه پامپ های شدیدی داشته باشه
و سودهای بزرگی به سرمایه گذاران خودش برسونه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.